لوز بادام، لوز پسته، لوز نارگیل و لوز گل محمدی. دستور این شیرینی های خوشمزه رو تقدیم میکنم به صدف عزیز. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. شش لیوان اندازه گیری شکر رو در 2.5 لیوان آب روی شعله متوسط قرار میدیم تا شکر حل بشه و محلول ما قوام بیاد. بعد از اینکه شیره شکر ما قوام اومد، شعله رو خاموش میکنیم و میذاریم تا 30 دقیقه کمی خنک بشه. بعد مقدار 1 قاشق سوپخوری پودر هل رو به شیره شکر اضافه میکنیم، هم میزنیم و کنار میذاریم. برای تهیه این شیرینی ها ما به پودر پسته، پودر بادام، پودر نارگیل و 30 گرم برگ گل محمدی نیاز داریم. برگه ها رو درون صافی می ریزیم و تخم های ریز گل محمدی رو ازشون جدا می کنیم. شیره شکر ما الان کاملا خنک شده و با همزن دستی سعی می کنیم شیره رو هم بزنیم تا به رنگ سفید در بیاد. طرز تهیه خمیر لوز بادام: به 250 گرم پودر بادام 2 قاشق سوپخوری خاک قند اضافه می‌کنیم و حدود 2 الی 3 پیمانه از محلول شیره شکر رو بهش اضافه می‌کنیم. میزان شیره شکر بستگی به نوع آرد بادام شما داره، پس بهتره کم کم شیره رو به آرد بادام اضافه کنیم تا به میزان مناسب برسیم. سپس 2 الی 3 قاشق سوپخوری عرق بیدمشک به مواد اضافه می‌کنیم. خوشمزگی لوز بادام بیشتر با عرق بیدمشک تکمیل میشه. سپس خمیر رو ورز میدیم تا به 1 خمیر 1 دست منسجم برسیم. بعد روی خمیر رو با سلفون میپوشونیم و در دمای محیط کنار میذاریم. طرز تهیه لوز نارگیل: به 200 گرم پودر نارگیل 3 الی 4 لیوان اندازه گیری شیره شکر به علاوه 3 قاشق سوپخوری گلاب به علاوه 3 قاشق سوپخوری خاک قند اضافه میکنیم. هم میزنیم، مخلوط میکنیم تا به 1 خمیر 1 دست و کمی چسبنده برسیم. قابل توجه این که من فقط در لوز بادوم از عرق بیدمش استفاده کردم، به بقیه لوزها گلاب اضافه کردم که این امر کاملا بستگی به ذائقه شما داره. به 1 خمیر 1 دست منسجم رسیدیم، روی خمیر رو با سلفون میپوشونیم و در دمای محیط کنار میذاریم. طرز تهیه خمیر لوز پسته: برای تهیه لوز پسته به 300 گرم پودر پسته نیاز داریم. 2 قاشق سوپخوری خاک قند و 2 قاشق سوپخوری گلاب رو به پودر پسته اضافه می کنیم. هم می زنیم، سپس میزان 2 پیمانه شیره شکر رو به مواد اضافه می کنیم. مجددا هم می زنیم تا به 1 خمیر 1 دست و کمی چسبنده برسیم.
سپس روی خمیر رو با سلفون میپوشونیم و در دمای محیط قرار میدیم. وقتی که تمام خمیرها آماده شدن، درون قالبی که در نظر گرفتیم رو با برگه های روغنی میپوشونیم. بعد از خمیرها به تناسب درون قالب رو پر میکنیم. روی خمیر لوز بادوم رو با عرق بیدمشک صاف میکنیم و روی بقیه خمیرها رو با گلاب. حالا نوبت اضافه کردن برگه های گل محمدی به خمیر نارگیل هست. برگه ها رو درون دو قاشق سوپخوری گلاب به مدت 1 دقیقه خیس میکنیم تا رنگشون عوض نشه. بعد به باقی مانده خمیر نارگیل اضافه میکنیم و هم میزنیم و درون قالب میکشیم. روی قالب رو با سلفون میپوشونیم و به مدت 4 الی 5 ساعت درون یخچال قرار میدیم تا خمیر ما کاملا خودشو بگیره. بعد از 5 ساعت قالب ها رو از یخچال بیرون میاریم. خمیرها الان کاملا خودشون رو گرفته و سفت شدن و آماده برش زدن هستن. به هر شکلی که مایلید اونها رو میتونید برش بزنید، ولی چون نام اصلی آنها لوز هست، من اونها رو لوزی لوزی بریدم. برای اینکه لوزهای بادوم درون ظرف پذیرایی به یکدیگر نچسبند، من از کمی پودر بادوم برای پوشوندن سطح لوزها استفاده کردم. لوزهای پسته رو هم درون پودر پسته قلتوندم. لوزها رو درون ظرف مناسب میچینیم و از خانواده، دوستان و عزیزانمون پذیرایی میکنیم. We'll be right back.
لوزهای نارگیل رو هم درون پودر نارگیل قلتوندم. برای تزیین لوز گل محمدی هم مقداری از برگه های گل محمدی رو در یک الاتو قاشق سوپخوری گلاب خیس کردم و با آنها لوزهای گل محمدی رو تزیین کردم. امیدوارم این رسیپی مورد قبول شما واقع بشه. تا ویدیوی بعد، روز و روزگار خوشی براتون آرزو میکنم. ویدیوی آینده تقدیم به نازنین عزیز با تهیه کرم بروله.